آیا نیروهای کره شمالی به جنگ روسیه در اوکراین پیوستند؟ یک منبع اطلاعات نظامی در اوکراین به BBC گفته است که ارتش روسیه در حال تشکیل واحدهای متشکل از حدود 3000 نیروهای کره شمالی است. این جدیدترین گزارش در ارتباط با شکلگیری یک ائتلاف نظامی نزدیک بین پیونگ‌یانگ و مسکو است. تا اکنون BBC نشانه ای از تشکیل چنین واحد بزرگی در منطقه خاورمیانه روسیه مشاهده نکرده و دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گزارش ها را درباره دخالت نیروهای کره شمالی را رد کرده است. او گفته است این فقط اطلاعات بریتانیایی ها نیست، بلکه اطلاعات آمریکایی ها هم است. آنها همیشه این گزارش ها را می دهند اما هیچ مدرکی ارائه نمی کنند. تردیدی نیست که مسکو و پیونگ‌یانگ در ماه‌های اخیر سطح همکاری خود را افزایش دادند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اخیراً پیامی به مناسبت تولد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ارسال کرد و او را نزدیکترین رفیق خود خواند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از پیوستن کره شمالی به جنگ صحبت کرده و وزیر دفاع کره جنوبی نیز چند پیش اعلام کرد که احتمال استقرار نیروهای کره شمالی در خاک اوکراین بسیار بالا است. در این میان بزرگترین ابهام در مورد تعداد چنین نیروهایی است. یک منبع نظامی در منطقه خاورمیانه روسیه در گفتگو با بخش روسی BBC تاکید کرده است که تعدادی از نیروهای کره شمالی وارد روسیه شدند و در یکی از پایگاه‌های نظامی نزدیک به شهر اوسوریسک در شمال ولادیوستوک مستقر شدند. اما این منبع از ذکر تعداد دقیق این نیروها خودداری کرد و تنها گفت که تعداد آنها به هیچ وجه نزدیک به 3000 نفر هم نیست و تردید دارند که ارتش روسیه بتواند هزاران سرباز کره شمالی را به شکل مناسب و موفقیت آمیز در واحدهای خود جا دهد. یکی از این تحلیلگران که در روسیه است تا به دلیل شرایط موجود نخواست نامش فاش شود، به BBC گفت حتی گنجاندن صدها زندانی روسی در واحدهای نظامی در ابتدا آسان نبود و تازه تمام آن افراد به زبان روسی صحبت می‌کردند. حتی اگر تعداد نیروهای کره شمالی به 3000 نفر برسد، حضور آنها در میدان جنگ از نظر نظامی تاثیر چندانی نخواهد داشت. با وجود این آمریکا هم به اندازه اوکراین نگران است. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این مسئله نشان دهنده افزایش قابل توجهی روابط آنها خواهد بود و چنین تحول را نشانه سطح جدیدی از استحصال روسیه در پی ناکامی‌هایش در میدان جنگ دانست. پوتین و کیم جونگ اون در جریان سفر رئیس جمهور روسیه به پیونگ‌یانگ در ماه ژوئن که ولادیمیر پوتین در سفر به کره شمالی یک پیمان صلح‌آمیز و دفاعی با کیم جونگ امضا کرد، علاوه بر این شواهد روزافزونی وجود دارد که نشان می‌دهد کره شمالی برای روسیه مهمات ارسال می‌کند، مثل موشکی که به تازگی در منطقه پولتاوا در اوکراین پیدا شد و آن را نمایش دادند. سربازان روسی مستقر در اوکراین اغلب از کیفیت پایین مهمات شکایت کرده و گفتند که این تجهیزات باعث زخمی شدن دهها سرباز شده است. کیف مظنون است یک واحد از سربازان کره شمالی در منطقه اولان اوده نزدیک مرز مغولستان در حال تمرین و آموزش هستند تا به استان کورسک روسیه و جایی که نیروهای اوکراینی در ماه اوت به آنجا حمله کردند اعزام شوند. والری ریابیک سردبیر یک نشریه دفاعی در اوکراین میگوید این نیروها ممکن است از بخشهایی از مرز روسیه و اوکراین محافظت کنند که این کار واحدهای روسی را آزاد میکند تا در جبهه‌های دیگر بجنگند. من این احتمال را که این واحدها بلافاصله در خط مقدم ظاهر شوند رد میکنم. ریابیک تنها کسی نیست که چنین نظری دارد. مشخص نیست که نیروهای ارتش کیم جونگ اون چگونه در جنگ اوکراین به کار روسیه میآیند. کره شمالی ممکن است 1.28 میلیون سرباز در حال خدمت داشته باشد، اما ارتش آن برخلاف ارتش روسیه تجربه جدید از شرکت در عملیات‌های جنگی ندارد. پیونگ‌یانگ در ساختار نیروهای مسلح خود مدل قدیمی شوروی را دنبال کرده است، اما مشخص نیست که چگونه نیروهای اصلی آن یعنی واحدهای پیاده نظام موتوریزه می‌توانند در جنگ اوکراین نقش داشته باشند. علاوه بر این مانع آشکار زبان و ناشنایی با سیستم‌های روسی ایفای هرگونه نقش جنگی را پیچیده‌تر می‌کند. این به معنای عدم مشارکت نظامیان کره شمالی در جنگ روسیه در اوکراین نیست، اما کارشناسان بر این باورند که توانایی آنها بیشتر در زمینه مهندسی و ساخت و ساز است تا جنگیدن. آنچه هر دو دارند انگیزه های مشترک است. پیونگ‌یانگ با پول و فناوری نیاز دارد و مسکو با سرباز و مهمات.